بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب دکتر سنا بازم در خدمت شما هستم. این پرزنتیشن قسمت ششم یا پارت 6 سه تروما دورنگ پرگننسی می باشه. امید است که از این استفاده کرده بتانین. در این قسمت در باره مسائل یا کامپلیکیشن های آبستریتک یا ولادیه که در اثنای تروما بر از این مریضا رخ میده البته با شما صحبت میکنم. بعد از این که کامپلیکیشن ها و یا جروحات یا صدمات که حیات مادر به خطر مندازه در اثنای تروما اونا را ما بررسی کنیم و تداوی کردیم اون را و جروحات خرد و ریزه که به مادر رخ داده او را تداوی کنیم. بعد از او توجه خود به کامپلیکیشن های ولادی یا توجه خود به طفل ما باید که معطوف بسازیم. امکانات اختلاطات یا کامپلیکیشن های ولادی مربوط به ای است که جستیشنل ایج مریض چقدر است، یعنی مریض چند ماه یا چند هفته حمل داره و مربوط به شدت تروما است و می قسم چی نوع تروما بر مریض رخ داده، یا آیا اکسیدنت موتر بوده، یا آیا ضربه به شکم مریض می باشه، یا ای که ضربه کن یا ضربه تیز یا به هایپوکسیا بر مریض رخ داده شده می باشه. مربوط به تایپ تروما هم شده میتونه. اکثریت مریضای که کامپلیکیشن های ولادی بر از اونا پیدا شده می باشه، یکی از اعراض مثلا تقلصات رحم در اونا دیده شده میتونه، یا واجینال بلیدنگ یا خونریزی در اونا موجود می باشه، یا درد شکم بر از اونا موجود می باشه. از جمله کامپلیکیشن های ولادی دیگه یوترن رپچر یا پاره شدن رحم می باشه که در مریض ها امکان داره دیده شوه، یا ای که یک جرحه تیز یا پنیتریتنگ ابدامنال تروما دیده میشه، مثلا توسط کارد یا چاقو یا چیز تیز دیگه یک جرحه دیده میشه در مریض، یا ای که ابروپسی و پلاسنتا در مریض دیده شده میتونه. ضربات کند و یا تیز به شکم مریض در وقت حاملگی در اثنای تروما البته سبب پاره شدن رحم شده میتونه که اعراض و علائم از او البته شاک میباشه، یا که مریض البته اگر به رحمش ما یا به شکم ما پلپیشن کنیم یا دست بزنیم رحم خیلی دردناک می باشه و امی قسم پریتونل ایریتیشن داشته می باشه، یعنی مریض استفراقات داشته می باشه و واجینال بلیدنگ یا خونریزی امکان داره داشته باشه و امی قسم ضربان قلب طفل شاید شنیده نشوه و یا ای که طفل از بین برده از بین رفته باشه. جروحات توسط تفنگ و تفنگچه در زنای حامله نسبت به جروحات توسط کارد و یا چاقو البته زیادتر دیده میشه، مگر مرگ و میر توسط از این جروحات در زنای حامله نسبت به زنای غیر حامله کمتر دیده شده. و دلیل از این که مرگ و میر در این جروحات کمتر دیده میشه ای است که رحم اعضای دیگه داخل بدن البته به طرف بالاتر به جا می سازه و جروحات البته به خود رحم یا طفل می رسه ایواز از اینکه به اعضای دیگه داخل بدن برسه. به خاطر تغییرات آناتومیکی که پیشتر ذکر کردیم که در زنای حامله رخ میده، جروحاتی که در قسمت بالایی بطن صورت میگیره البته قسمت روده ها را متاثر میسازه و جروحاتی که در قسمت پایانی شکم رخ میده البته رحم و طفل متاثر میسازه.
جوروها توسط تفنگ یا تفنگچه یا و یا چاقو یا کارد زنای غیر حامله ایجاب عملیات جراحی فوری را میکنن، مگر در زنای حامله جراحی یا عمل جراحی فوری مربوط به ای است که در کدام قسمت بطن مریض جرحه صورت گرفته و یا حمل مریض به کدام اندازه است یا چند هفته چند ماه است و دیگه وضعیت مادر و طفل چه قسم است. در زنای حامله اگر جرحی بطنی در قسمت بالایی شکم باشه ایجاب عملیات فوری را میکنه و اگر در قسمت پایانی بطن باشه مخصوصا جرحه توسط کارد و یا چاقو شاید ایجاب عملیات فوری را نکنه و شاید که کافی باشه که ما تنها ابزرویشن بکنیم و یا لاپاروسکوپی یا ووند اکسپلوریشن شود. دیگه از کامپلیکیشن های مهم که در جریان تروما در زنای حامله دیده میشه ابروپسی و پلاسنتا می باشه که البته در زنای حامله در به اثر تروما نسبت به غیر تروما البته زیادتر دیده میشه که جدا شدن پلاسنتا از جدار رحم و خونریزی پشت سر پلاسنتا می باشه. ابروپسی و پلاسنتا البته به صورت عمومی به سه نوع می باشه که یکی انترنال اور کانسیلد هموراژ است که خونریزی بیرون خون بیرون نمی آید و قسم دومش اکسترنال هموراژ است که خون بیرون می آید مگر پلاسنتا بیرون نشده و دیگه کامپلیت پلاسنتا سپریشن ان پرولاپس است که به صورت کامل پلاسنتا جدا میشه از جدار رحم و البته پرولاپس میکنه یا بیرون می آید. نظر به احصایه‌ای که در اکسیدنت یا در اکسیدنت های موتر در زنای حامله گرفته شده نشان داده که در اگر جروحات شدید باشه 13% واقعات ابروپسی و پلاسنتا دیده شده، مگر جروحات خفیف باشه 7.4% در واقعات ابروپسی و پلاسنتا دیده شده و در صورت که هیچ جروحات وجود نداشته باشه هم 8.5% واقعات در ابروپس و پلاسنتا دیده شده، مگر در زنای حامله در اکسیدنت های موتر وقتی که ضربات به شکم مریض وارد شده باشه تقریبا در 40-66% واقعات در ابروپس و پلاسنتا دیده شده است. در واقعاتی که ضربه مستقیما به شکم مریض وارد شده باشه و یا یک احساس درد و در شکم و یا رحم مریض موجود باشه و یا ای که زن حامله خونریزی داشته باشه، ای اکثرا دلالت به ابرپشن میکنه و لازم است که این مریض البته طفل و مادر هر دو زیر مراقبت جدی گرفته شوه و بررسی شوه. باید گفته شوه که وقتی که فیتل مانیتورینگ میکنین در مریضا اگر ابروپسی و پلاسنتا موجود باشه البته ضربان قلب طفل ثابت نمی باشه و کاتگوری 2 یا 3 فیتل هارت دیده میشه، مثلا لید دیسلریشن، واریبل دیسلریشن و برادیکاردیا دیده میشه که ما در این باره زیاد صحبت نمی کنم، این مربوط به ابستریکس می باشه، مگر امقدر باید بفهمین که ضربان قلب مریض ثابت نمی باشه و تغییرات مکرر به سرعت دو رخ میده. 50% واقعاتی که طفل دو تلف شده یا از بین رفته در واقعات ترومای خفیف دیده شده که ما او را البته جدی فکر نمی کنیم. چیزی که باید داشته باشین در واقعات تروما در جریان حاملگی وقتی که به ابروپسی و پلاسنتا فکر میکنین اکثرا
علائم و اعراضی که دیده می شود، یکی درد شکم است و دیگه وارخته که شکم مریض معاینه می کنن، یا شکم مریض یا رحم مریض دردناک می باشه و دیگه واجینال بلیدینگ داشته می باشه مریض. وقتی که این سه علائم و اعراض شما می بینن، زیادتر شما به بروپسی پلاسنتا باید فکر کنین. مگر به یاد داشته باشین که بروپسی پلاسنتا امکان داره که بدون کدام اعراض و علائم و یا اعراض و علائم بسیار خفیف هم موجود باشه. معاینات لابراتواری که شاید کمک کنه بر تشخیص ابروپسی پلاسنتای پلیتلت کاونت است که پایین می باشه و فیبرینوجن خون پایین می باشه، مگر امکان داره که این نرمال باشه. از جمله وسایل تشخیصی دیگه برای ابروپسی پلاسنتا اولتراساوند است که شاید که برای ما نشان بده ابروپسی پلاسنتا را، مگر امکان داره که نرمال باشه با وجودی که ابروپسی پلاسنتا موجود باشه. اولتراساوند هم محدودیت داره برای تشخیص ابروپسی پلاسنتا. اگر سب کوریانک هیماتوما موجود باشه شاید ما را ببینیم در اولتراساوند، مگر اکثریت واقعات ابروپسی پلاسنتا شاید در اولتراساوند دیده نشود. سب کوریانک هیموراژ وقتی که موجود باشه، البته این پلاسنتا را از رحم جدا می سازه این خونریزی، و این را در اولتراساوند ما میتونیم که خوب تر ببینیم. از سی تی سکین البته برای تشخیص ابروپسی پلاسنتا استفاده نشده، مگر به خاطر بررسی تروما در مادر به کدام دلیل دیگه اگر استفاده شده باشه میتونه که ابروپسی پلاسنتا را نشان بده. در صورتی که حمل مریض به اندازه باشه که امکان ازی است که طفل زنده بمانه، باید که فیتال مانیتورینگ به صورت جدی صورت بگیره. اگر ببینین که خطر برای حیات طفل است، هر چه زودتر باید که ولادت بتین یا سی سکشن کنین. اهمیت فیتال مانیتورینگ ای است که اگر همه چیز درست باشه در اینجا، ما گفته میتونیم که ابروپسی پلاسنتا شاید موجود نباشه. در واقعات تروما در زنای حامله وقتی که ما مریض بررسی میکنیم و معاینه میکنیم و همه چیز نرمال میباشه و به مدت کافی ما مریض مانیتورینگ میکنیم و هیچ کدام ابنورمالیتی دیده نمیشه و اعراض و علائم ابروپسی و پلاسنتا مثل واجینال بلیدینگ، ابدامینال پین و تندرنس دیده نمیشه، ما مریض اطمینان داده میتونیم که طفل مریض درست میباشه. مگر در صورتی که اعراض و علائم ابروپسی و پلاسنتا مثلا واجینال بلیدینگ، یوترین کانتراکشن و همین قسم abnormal fetal heart rate monitoring بعد از بررسی ما البته موجود باشه، عاقبت از این که حمل یا طفل چی میشه، یا نرمال بار میایه یا غیر نرمال بار میایه یا کامپلیکیشن رخ میده، این گفتن نمیتونیم. 50% امکان داره که هیچ کدام صدمه نرسیده باشه و طفل نرمال بار بیایه، و 50% امکان داره که برای طفل و یا مادر تکلیف پیدا شه. در واقعات تروما در جریان حاملگی، مدت زمانی که مریض زیر مراقبت میگیریم البته فرق میکنه، مگر اقلا 4 ساعت باید باشه و اکثرا از 4 تا 48 ساعت این مراقبت البته لازم است، مگر واقعات ابرپشن یا دلید ابرپشن بعد از 6 روز از تروما هم دیده شده.
مگر به هر صورت واقعات دلید ابرپشن بسیار بسیار یا ریسک از او بسیار کم است، و وقتی که بعد از بررسی و مدت زمان کافی ما مریض مراقبت کردیم، اگر همه چیز نرمال بود ما میتونیم که مریض رخصت کنیم. بعد از 4 ساعت مانیتورینگ و یا مراقبت ما میتونیم که مریض رخصت کنیم، در صورتی که تقلصات رحم از 1 مرتبه در هر 10 دقیقه کمتر باشه، و جنرال بلیدینگ موجود نباشه، درد شکم موجود نباشه، و کاتگوری 1 فیتال هارت ریت تریسینگ موجود باشه، یعنی که زیاد variability در heart rate دیده نشه، و بسیار زیاد late deceleration یا زیاد variable deceleration موجود نباشه، ما میتونیم که مریض رخصت کنیم. مریض حداقل 24 ساعت باید که monitoring شوه و در شفاخانه نگاه شوه، در صورتی که یک صدمه واضح در شکم مریض دیده شوه، و یایی که یک خراشیدگی خفیف یا کبوتی یا سرخی در جلد شکم مریض که دلالت به ضربه بکنه دیده شوه، و یایی که تقلصات منظم رحم موجود باشه، و یا واجینال بلیدینگ موجود باشه، و یا کاتگوری 2 اور 3 فیتال هارت ریت تریسینگ موجود باشه، یعنی بسیار زیاد لیت دیسلریشن، ارلی دیسلریشن، زیاد واریبل دیسلریشن موجود باشه، باید که حداقل 24 ساعت باید که مانیتورینگ شوه. امی قسم حداقل 24 ساعت در شفاخانه مانیتورینگ شوه یا نگاه شوه مریضایی که قسمی که پیشتر گفتم درد شکم و یا درد رحم داشته باشه، و در معاینات لابراتواری پلیتلتس مریض البته پایین تر باشه، فیبرینوجن سیروم البته یا خون از 200 میلی گرام پر دی سی لیتر پایین تر باشه، و شما این مریضا را تا او وقت رخصت نمی کنین تا که مطمئن شوین که ابروپسی و پلاسنتا موجود نیست و یا پری ترم لیبر موجود نیست. اگر ابروپسی و پلاسنتا پری ترم لیبر موجود باشه باید که تداوی شود. اگر ابروپسی و پلاسنتا و یا پری ترم لیبر موجود باشه، در صورت دکتر ولادی و نسائی به اساس پروتکلی که دارن البته او را باید که تداوی کنن. ای پایان قسمت ششم یا پارت 6 سه پریزنتیشن تروما دیورنگ پرگننسی می باشه. امید است که از ای استفاده کرده باشین. تشکر از توجهتان.